همراه هستیم با همکارم مرتضی کاظمیان از لندن. آقای کاظمیان خوش آمدید. حمایت مجدد امروز علی خامنه از قانون اقدام راهبردی درباره برجام چه معنایی داره؟ خب عملا با این حمایت مجدد خامنه ای از تصویب اون قانون در مجلس که پاییز 99 رخ داد و به تعبیر روحانی دخالت مجلس بود در فرایندهای اجرایی و اون روندی که داشت برای احیای برجام، مذاکراتی که دولت داشت پیگیری میکرد برای احیای برجام، عملا اون روند رو مختل کرد، نشون داد که چه کسی تصمیم گیر اصلی در اون قانون بوده. به تعبیر دقیق‌تر خامنه یک بار دیگه نه فقط با این حمایت مسئولیت همه این عوارض کشیافتن قهر بین ایران و غرب در موضوع انرژی اتمی رو پذیرفته، بلکه رونمایی هم کرده مجدد و یادآوری کرده از جایگاه خودش در تصویب اون قانون. فراموش نکنیم حتی در مسئله برجام در تصویبش که معروف بود در 20 دقیقه در مجلس جمع شد، اونجا هم معلوم بود که اون پروژه یا اون تصمیم بدون نظر مثبت و همراهی شخص اول نظام ممکن نیست. خب در پاییز 99 وقتی مجلس وارد دور جدیدی از منازعه با غرب شد در موضوع انرژی اتمی و به تعبیری جمهوری اسلامی تعهدات هسته‌ای خودش رو بیش از پیش کاهش داد تا شاهد یک چنین وضعی باشیم که در اقتصاد کشور حکم فرما هستش، مشخص بود که یک تصمیم استراتژیک گرفته شده در رأس هرم نظام سیاسی و طبیعی است که جمهوری اسلامی مصمم شد برای پیگیری پروژه‌های اتمی مخفی خودش با مقاصد نظامی طبیعتاً که اعتنایی نداشت به مابعضا و عوارض اون برای اقتصاد مردم، برای وضع معیشت جامعه. خب شاهدیم که در دو سال گذشته چطور نرخ تورم و گرانی در کشور رشد پیدا کرده، تورمی که به 70% رسیده، بحرانی که در روابط ایران و غرب شکل گرفته به ویژه اروپا، و جالبه که امروز خامنه‌ای در صحبت‌های خودش با افتخار میگه که شاهدیم که اون قانون چه نتایجی داشت در جهان. خب نتایجش افزایش منازعه بین ایران و حتی طرفهای اروپایی برجام بوده و نه حل بحران. و تنها چیزی که شاید برای خامنه خوشایند باشه اینه که تونل‌های زیرزمینی و فعالیت‌های زیرزمینی بسیار بسیار پرهزینه در حوزه انرژی اتمی همچنان ادامه پیدا کرده، هرچند که شاهد بودیم حتی همون هزینه‌هایی که تحمیل شد به جامعه دوباره با فشاری که غرب آورد، با دخالت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در حوزه‌های زیادی دوباره جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده. و جالبه که حسن روحانی در مقام انتقاد در همین ماه چند بار تاکید کرده که اگر مجلس اختلال ایجاد نمی‌کرد، نه تنها تحریم‌های هسته‌ای بلکه تحریم‌های غیر هسته‌ای هم در حال حل و رفع بود. آقای کاظمیان، امروز علی خامنه‌ای در تجلیل از مجلس و کارنامه مجلس و همچنین انقلابی خوندن اون سنگ تمام گذاشت، این چه معنایی داره به نظر شما؟ خب به مجلسی که برآمده از یک نظارت استثوابی شدید و غلیظ شورای نگهبان بود، فراموش نکنیم این مجلس 11 در روندی شکل گرفت که حتی حدود 100 نماینده مجلس 10 در اون نامزد شده بودن رد صلاحیت شدن، کمترین نرخ مشارکت رو در انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی داشت. این مجلس معلوم بود مجلسی برآمده از منویات رویکردهای خامنه ای است. همه نیروهایی که به تعبیری درجه 1 و خودی نظام محسوب میشن قرار بود وارد مجلس بشن و برای یک دست شدن بیش از پیش ساختار قدرت، چنان که در انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم رئیسی از دل یک انتخابات نمایشی و فرمایشی و مهندسی شده رئیس جمهور شد. خب خامنه‌ای اون مجلس رو انقلابی توصیف کرد، الانم با افتخار میگه این مجلس انقلابی است. هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه به نقش این مجلس در کسری بودجه، در انتخاب‌های نادرستش، در همراهی بیموردش با دولت رئیسی، اشاره‌ای نمی‌کنه به این مسئله خودروهای شاسی بلندی که به نوعی نمایندگان مجلس بهشون پیشنهاد شده و دریافت کردن برای تعامل با دولت، حتی اینکه نمایندگان تاکید می‌کنن در انتخابات هیئت رئیسه به اونها آیپد داده شده برای اینکه
سمت یک نامزد بیستن. معلوم نیست این چه مجلس انقلابی است که رأس اون شخص اولش قالیباف گرفتار پرونده مشهور سیسمونگیت شد، آکنده از فسادهای مالی است، یا برخی از نمایندگانش شهروندان رو در مورد مشهوری که بود مثلا سیلی زدن به صورت سرباز ده. و پرونده های متعددی از فساد و ناکارآمدی و بیکفایتی، اما خامنه‌ای میگه این مجلس انقلابی است. چرا؟ چون شده بازوی تقنینی شخص اول نظام و یک مجلس فرمایشی بدون ایفای کارکردهای اصلی خودش. بله، ممنونم از شما مرتضی کاظمیان.